خبر مهم به نام خداوند بخشاینده و مهربان، باز هم خوش آمدید به یکی دیگر از ویدیوهای کانال پیام روز. تقاضا می نماییم تا آخر این ویدیو با ما همراه بوده و کانال ما را سابسکرایب نمایید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. به نقل از افغانستان این مای هرد، باز هم خبر جالب از سرزمین هندوستان. عبدالعظیم بدخشی قهرمان مبارزات کشور 12 بر در سطح بین المللی دارد. مسابقه اخیر خود را در هندوستان داشت که در راوند دوم موفق شد حریف خود را شکست بدهد. این مسابقه اما کمی متفاوت بود. در این مسابقه کرشنا شروف، دختر جیگی شروف که خواهر تایگر شروف نیز می شود، حضور داشت. عظیم بدخشی موفقانه این مسابقه را برد و کرشنا شروف این مسابقه را تنها با بدخشی تجربه کرد. زمزمه های وجود دارد که هر دو در رابطه عاشقانه قرار دارند. در این حال به نقل از 8 صبح، معادنه بزرگ لیتیوم افغانستان، ثروت پنهان که سرنوشت افغانستان را دیگرگون خواهد کرد. به تازگی اعضای اشتراک کننده در کنفرانس تغییر آب و هوای سازمان ملل متحد در مورد بازگشت صلح و ثبات در افغانستان صحبت کردند. اشتراک کنندگان این کنفرانس گفتند که ذخایر عظیم لیتیوم این کشور نوید بخش نیازهای جهانی در عرصه انرژی غیر متعارف است. کارشناسان بر این باورند که ذخایر وسیع لیتیوم افغانستان در ساخت بطری ها برای تامین انرژی تلفن های همراه، لپتاپ ها و وسایل نقل الکترونیکی و هیبریدی به کار می رود و استفاده می شود. با این حال، از آنجایی که حمل و نقل از امریکای جنوبی برای کشورهای آسیایی که دچار کمبود انرژی هستند غیر اقتصادی است، آنها اکنون به بازگشت نظم در افغانستان برای استخراج لیتیوم امید بستند. اخیرا روزنامه انگلیسی فاینانشال تایمز گزارش داده که ذخایر لیتیوم افغانستان می تواند با ذخایر لیتیوم سایر کشورهای رقابت کند. الیف نوراوغلو رئیس بخش اقتصاد در دانشگاه ترکیه گفته که لیتیوم نیز مانند نفت به سرعت در حال تبدیل شدن به یک محصول استراتژیک است. او تصریح کرد که لیتیوم را می توان تسلیحاتی کرد، زیرا در آینده در بسیاری از زمینه ها از تولید موتر گرفته تا ربات ها و ماشین های موتر استفاده خواهد شد. این روزنامه بریتانیایی همچنین فاش کرده که گروهی از نمایندگان صنایع معدنی چین اخیرا برای بازرسی در محل و تامین حقوق معدن، حتی در شرایطی که افغانستان با بحران مالی و انسانی حاد مواجه است، به افغانستان سفر کرده اند. روزنامه چینی گلوبال تایمز نیز میگوید که عدم اطمینان از نظر سیاسی، امنیت، اقتصاد و زیرساخت‌های ضعیف در افغانستان گلوگاه صنعت معدن است. تحلیلگران می‌گویند که هر گونه استخراج و تولید لیتیوم در افغانستان مشروط به تضمین امنیتی برای سرمایه‌گذاری‌های چینی توسط طالبان خواهد بود. گلوتیا چیا، تحلیلگر موسسه مطالعاتی آسیا جنوبی دانشگاه ملی سنگاپور، میگوید طالبان ممکن است به فکر تامین پرسنل امنیتی برای پروژه های چین باشند، مشابه کاری که پاکستان برای پروژه های یا کریدیور اقتصاد چین و پاکستان انجام داد. از دید او، شرکت های چینی قبلا در چندین پروژه بزرگ در افغانستان مشارکت داشتند، از جمله پروژه مثل معدن عینک که دومین معدن بزرگ مثل جهان است، اما به دلیل بی‌ثباتی و جنگ مداوم استخراج سنگ معدن به کندی پیشرفت و در نهایت متوقف شد. گزارش بازرس ویژه ایالات متحده برای بازسازی افغانستان حاکی از استخراج غیرقانونی گسترده معدن در سراسر افغانستان بود. بر این اساس، با وجود حضور نیروهای خارجی در افغانستان، طی دو دهه گذشته شورشیان و جنگسالاران از 2000 منطقه معدنی در افغانستان عواید گردآوری می‌کردند. این گزارش نشان می‌دهد که استخراج غیرقانونی معدن از سال 2001 تا 2021 تا زمان تصرف کابل توسط طالبان سالانه $300 میلیون برای دولت زیانوار کرده است. بر اساس گزارش ها، در یک نظرسنجی که در سال 2010 میلادی انجام شد، زمین شناسان و محققانی که برای ارتش ایالات متحده کار می‌کردند، ارزش منابع لیتیوم افغانستان را که در غزنی، هرات و نیمروز پرونده شده است، $30 تریلیون تخمین زده اند. نهاد انرژی های جدیدی بلومبرگ که یک نهاد ارائه دهنده تحقیقاتی استراتژیک کالاهای جهانی است، بیان می کند که کنترل ذخایر لیتیوم و عناصر کمیاب خاکی استفاده نشده در افغانستان رقابت میان اتحادیه اروپا و امریکا را افزایش خواهد داد.
بر اساس آمارهای موجود در سال 2019 میلادی، ایالات متحده آمریکا 80% از مواد معدنی خاکی کمیاب خود را از کشور چین وارد می‌کرد. سعید میرزاد از اعضای سروی زمین شناسی ایالات متحده آمریکا در سال 2010 به مجله ساینس گفته بود که اگر افغانستان چند سال آرامش داشته باشد و امکان توسعه منابع معدنی خود را فراهم کند، می‌تواند ظرف یک دهه به یکی از ثروتمندترین کشورهای منطقه تبدیل شود. منابع لیتیوم در افغانستان برای اولین بار توسط کارشناسان معدن شوروی سابق در دهه 1980 کشف شد. با این حال آنها تا سال 2004 آن را به خوبی مخفی نگه داشتند، اما زمانی که تیمی از زمینشناسان آمریکایی به طور تصادفی با مجموعه از نمودارها و داده‌های قدیمی در کتابخانه سروی زمینشناسی افغانستان در کابل برخورد کردند، این مسئله فاش شد. سازمان زمینشناسی ایالات متحده آمریکا با استفاده از نمودارهای قدیمی روسی، بررسی‌های هوایی از منابع معدنی افغانستان را با استفاده از تجهیزات اندازه‌گیری گرانشی پیشرفته و مغناطیسی متصل به هواپیمای نظارتی آغاز کرد. در سال 2007 آنها از یک بمب افغان بریتانیایی مجهز استفاده کردند که نمایه سی بودی از ذخایر معدنی زیر سطح زمین را ارائه می‌کرد. دو سال بعد یک گروه ضربت پنتاگون که برنامه‌های توسعه تجارت در عراق را ایجاد کرده بود به افغانستان منتقل شد. سپس کارشناسان معدن برای تایید یافته‌های این بررسی به افغانستان آمدند و معلومات معدن را به حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین افغانستان، و رابرت کیس، وزیر دفاع وقت امریکا اطلاع دادند. بر اساس یافته‌های علمی موجود، لیتیوم علاوه بر استفاده در باتری‌ها، در فناوری هسته‌ای نیز استفاده می‌شود و به دلیل وزن سبک و تحمل حرارت قوی در اجزای ساختار بدنه هواپیما با آلومینیوم و مس آلیاژ می‌شود. افزون بر این ماده کمیاب معدنی در برخی داروهای روانپزشکی و سرامیک‌های دندان هم استفاده می‌شود. بر اساس تحقیقات گسترده محققان به این نتیجه رسیدند که افغانستان ممکن است 60 میلیون تن مس، 2.2 میلیارد تن سنگ آهن، 1.4 میلیون تن عناصر کمیاب خاکی مانند لانتانیم، سیریم، نیودیمیم در اختیار داشته باشیم. در کنار معادن بزرگ آلومینیوم، طلا، نقره، روی و جیوه، تجزیه و تحلیل های اولیه در یک ولایت غزنی نشان می دهد. این معدن ذخایر لیتیوم را به بزرگی ذخایر کشور بولیوی که دارای 21 میلیون تن دارا می باشد. کارشناسان باور دارند که تنها استخراج معدن لیتیوم افغانستان می تواند میلیاردها دلار برای این کشور تولید ثروت کند و افغانستان را از یک کشور فقیر و نیازمند کمک های خارجی به کشور ثروتمند و توسعه یافته تبدیل نماید. با این حال پیش نیاز استخراج معدن که نیازمند سرمایه گذاری های هنگفت و ماشین‌آلات بزرگ است. تأمین امنیت و ثبات سیاسی در افغانستان می باشد تا راه استخراج معدن هموار شود. با تشکر که تا آخر این ویدیو با ما همراه بودید. جهت حمایت از ویدیوهای روزانه ما، چینل یوتیوب ما را سابسکرایب نمایید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما باخبر شوید. تا ویدیوهای دیگر، الله یار و نگهدارتان. اوقات خوش داشته باشید.